بینندگان عزیز و ارجمند، در پلاتو اول برنامه خدمتتون عرض کردم که تبریک گفتم پیروزی مقتدرانه تیم ملی والیبال در مقابل تیم ملی برزیل در رقابت‌های لیگ جهانی. تیم برزیل پر افتخارترین تیم این مسابقات است با 9 قهرمانی در این مسابقات، در قهرمان المپیک هم بوده، رقابت‌های جهانی همش مدال بارون کرده تیم ملی برزیل و به این عنوان پر افتخارترین داره. در تیم ملی در رقابت‌های لیگ جهانی موفق شد برزیل رو ببره. خب ما گفتم برنامه در این طول یک ماه رقابت حالا هوای جام جهانی داره، اما نباید که از افتخار آفرینی تیم ملی والیبال بگذریم و بعد بهش پرداخت. کار بسیار بزرگ تیم ملی والیبال در برزیل کرد. به همین مناسبت میریم به هلند خدمت آقای فرزاد فرهادیان، کارشناس والیبال، و از ایشون من سوال میکنم که چه اتفاقی افتاد تا شاگردان آقای کوهاش موفق شدن در برزیل یک کارستانی به راه بندازه. آقای فرهادیان خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید که چه اتفاقی افتاد که در بازی دوم ایران موفق شد که با اون نتیجه عجیب و غریب، اصلا بخت و حیرت در سالن و کل سایت ها و حتی فدراسیون جهانی اعلام کردن که واقعا فکر نمیکنن که تیم ملی میتونه در بازی دوم مقابل برزیل با این نتیجه پیروز بشه. با عرض سلام خدمت شما آقای خسروزادی، اشکام حضورتون که البته این نتیجه رو که ایران به دست آورد ما از حالا نباید یه نتیجه عجیب غریب بدونیم، چون برها چند سالی است که ایران از نظر پیشرفت در دنیا والیبال خودشو به دنیا ثابت کرده و برها ما باید کم کم قبول بکنیم که ایران هم یکی از مدعی های مسابقات لیگ جهانی و مسابقات جهانیه که هر سال برگزار میشه. به هر حال ایران همونطوری که من سری قبلم گفتم تو بازی اولش خب ایران با یه مربی جدید شروع کرده بود، چند تا از بازیکنهای تیم ملی ایران حضور نداشتن مثل آقای زرینی و آقای زریف و چند بازیکن جدید هم به تیم اضافه شده بود و به هر حال این تیم احتیاج به هماهنگی داشت و از نظر به هر حال هماهنگ شدن مربی با بازیکنها در بازی دوم دیدیم یواش یواش تیم به اون خودباوری رسید و تونستن به هر حال 2-3 تا از تیم برزیل بگیرن. ولی خب در بازی دومی که تو برزیل با برزیل داشتن به هر حال جوانای ایرانی به این نتیجه رسیدن که تیم برزیل هم میشه برد، چون ایران به هر حال از نظر کارایی، نظر تکنیک، نظر تاکتیک و امکاناتی که واسش فراهم شده به هر حال باید این تیم رو میبرد و با بازی حساب شده ای که تیم ملی ایران انجام داد، چه از نظر سرویس، چه از نظر ساعت دفاع و توپگیر داخل زمین، که مثلا یه نتیجه رو به دست بیارن که به هر حال در تاریخ والیبال ایران بی‌سابقه بوده. آقای فرهادیان، خب حالا ایران مشخص کرد که یعنی رقابت‌ها حریف بسیار سرسختی برای تیم‌های قدرتمند هست. فکر می‌کنید در ادامه کار بالاخره ما ایتالیا بازی خواهیم داشت با لهستان به همین ترتیب؟ خواستم از شما بپرسم که در انتهای این رقابت‌های این گروه چه تیم‌های مدعی هست؟ آیا تیم ایران می‌تونه مدعی صعود از این گروه باشه؟ 100% آیه خسروجدی هست که موضوعتون که به هر حال بازی اول ما با ایتالیا به هر حال یه شوک بود، یعنی بچه‌ها دو تا بازی رو باختن ولی با این بردی که به دست اومد به هر حال نه تنها از نظر امتیاز، نظر روحی هم واسه بچه‌های تیم ملی خیلی لازم بود و فردا به هر حال ایران یه بازی دیگه هم در برابر برزیل داره و برزیل به هر حال فشار روحی زیادی رو برزیله، چون برزیل اگه این بازی‌ها رو نتونه ببره به هر حال صعودش به مرحله بعد سخت میشه. درسته. و این فشار روحی روانی فکر کنم واسه هر دو تیمه، چون به هر حال ایران هم با بردی که در برابر برزیل داشت به هر حال توقع مردم ایران و به هر حال مسئولان والیبال بیشتر شده و به هر حال هر دو تیم فکر کنم از نظر روحی روانی تحت فشار زیادی باشن و ولی من معتقدم که ایران اگه همون بازیشو در برابر برزیل انجام بده، یعنی از نظر ساعت دفاع و به هر حال مسائل تکنیکی اگه خوب اجرا بکنن به نظر من ایران میتونه از این گروه صعود بکنه، چون به هر حال میدونیم برزیل همیشه برزیل بوده و یکی از تیم‌های قدرتمند دنیاست
ولی ما باید این نکته رو فراموش نکنیم که به هر حال بچه‌های ما شاهکار کردن. چون بعضی ها میگفتن که تیم برزیل ضعیف شده، نه، به هر حال در مسابقات لیگ جهانی هر تیمی که میاد با تمام قوا میاد و این نمیتونه دلیلی باشه که به هر حال این شاهکار بچه‌های ما رو بتونه کمرنگ بکنه. آیه فرهادن، در انتهای این بخش می‌خواستم بپرسم این نقش آقای کوواش در این برد که بسیار هم برد ارزشمندی بود، چه نقشی بود؟ آیا انقدر تاثیرگذار بود از بازی اول تا بازی دوم؟ آقای خسرو جدی، به هر حال والیبال که می‌بینید یه تیم یه بازی دست جمعیه، یعنی یه کار گروهیه. ما نمیتونیم بگیم که به شخصه فقط آقای کوواش تأثیر گذار بودن. به هر حال اون گروهی که در کنار تیم ملی هست، چه از کمک مربی گرفته، چه از آنالیزور، چه پزشک، چه ماساژور و حتی اون کسی که به هر حال کارهای بدنسازی تیم انجام میده، اینا همه وقتی دست به دست هم بزن با هم هماهنگ باشن، به هر حال تیمم نتیجه خوبی میگیره. ولی به نظر من خب آقای کوواش به عنوان یه مربیشون هم تاثیرگذار هستن، ولی خب به هر حال نقش به هر حال کسایی که تیم مقابل آنالیز میکنن، کمک مربی، چون نقش آقای معدنی، آقای فرهادیان چقدر تاثیر داشت در این برد؟ بالاخره یه دو ماهی است داره با این بچه‌ها کار میکنه. خب تاثیرگذار آقای خسرو جدی، چون حسین معدنی خود میدونیم که از بازیکنان سابق تیم ملی ایران بوده، سالیان سال تو ایران ایشون بازی کردن، تجربه دارن، یعنی با فرهنگ والیبال ایران آشنا هستن و به هر حال یکی از مربیای موفق ایران هم هستن، چون قبل از مربی خارجی به هر حال تیم ملی والیبال ایران با این معدنی هم به نتایج خوبی رسید. به هر حال میگم آی کوچ هم بی تاثیر نیست، ولی به نظر من در ورزش‌های گروهی مثل همه رشته‌های دیگه فقط مربی نمیتونه تاثیرگذار باشه، اون کادر فنی هم در کنار مربی هستن، اونا هم خیلی تاثیرگذار و میتونه باعث بشه که تیم موفقیت‌های بیشتری کسب کنه. بسیار ممنونم آقای فرهادیان به خاطر حضور در برنامه، امیدواریم که این موفقیت‌ها ادامه داشته باشه و مطمئناً مردان والیبال ایران الان نشون دادن که از هیچ حریفی ترس و حراس ندارن و مطمئناً برزیل، ایتالیا و همه تیم‌ها الان کاملاً حساب دستشون رو با چه تیمی مقابله خواهند کرد. اگه صحبت نمونم با شما خداحافظی میکنم. آقای بزرگی، من فقط خواستم یه نکته رو اشاره بکنم در رابطه با چون در چند روز گذشته از طریق فیسبوک و به حال کسایی که تو ایران هستن، من متوجه شدم که خیلی کسا مشکل تهیه بلیط مسابقات رو داشتن و به حال این مسئله، یعنی همین بازی برزیل یا مسابقه که با تیمای دیگه است، به حال شاید فدراسیون والیبال بتونه روی این موضوع تاکید بکنه یا توجه بیشتر نشون بده که الان وقتشه که به حال والیبال ایران احتیاج به یه سالن 20,000 نفری داره، یعنی الان سالن 12,000 نفری آزادی دیگه نمیتونه به حال تماشاگرای والیبال ایران رو پذیرا باشه. به حال در چند روز گذشته انقدر تقاضا واسه بلیت های مسابقه زیاد بوده که اونجوری که من شنیدم تمام بلیت های مسابقه تو یک روز تمام شده و این نشون میده که والیبال ایران احتیاج به یه سالن بزرگتر حداقل 20,000 نفری داره و این نکته که به نظر من سازمان ورزش و فدراسیون والیبال باید بهش اهمیت بده. آقای فرهادیان، خب حالا خیلی کوتاه می‌خواستم بفرمایید که چرا آقای داوودزاده اعلام کرد که بانوان حق ورود نداره؟ من فدراسیون جهانی موقع میزبانی میده، حالا تیم‌ها شرکت می‌کنن، نباید قوانین رو رعایت بکنن؟ البته خصوص جدی، من در فضای مجازی دنبال اطلاعات خاصی گشتم، ولی اونطوری که آقای افشاردوست دبیر فدراسیون گفتن که ما در این مسئله مقصر نیستیم و به حال دستور از جای دیگه اومده. به نظر من هم این واسه والیبال ایران زیاد جالب نیست، یعنی به هر حال والیبال میدونیم، والیبال بسکتبال یه ورزش دانشگاهیه و به هر حال چه خانوما چه آقایون از حق مساوی برخوردارن که بتونن این مسابقات رو از نزدیک ببینن و حضور بانوان در سالن‌ها به نظر من میتونه تاثیر خیلی مثبتی رو پیشرفت نه تنها والیبال، رو ورزش ایران داشته باشه. به هر حال میگم اینم یه مسئله‌ایه که باید از پایه حل بشه، ولی اونطوری که آقای افشاردوست گفته بود گویا مسئله و دستور از جای دیگه میاد و به هر حال مسئله باید یه طوری حل بشه. بسیار ممنونم، امیدوارم که بالاخره این مسائل رفع بشه، بالاخره نیمی از جامعه ایران
زنان هستن و همینطور فرمایش آقای فرهادیان هم که اشاره کردن تو موفقیت تیم ملی والیبال حضور بانوان خیلی تاثیرگذار بوده، چون سابقا می اومدن و تشویق میکردن و خیلی تاثیر خوبی داشت و یه فضای بسیار خوب، چون والیبال ورزش دانشگاهی است و باید از این لحاظ بهش پرداخت. امیدواریم که مسئولان ورزش ایران و مسئولان حالا دولت ایران به این جمعنی برسن که حداقل حق بانوان رو بهشون بدن و بتونن در فضای ورزش و خصوصا در ورزشگاه و ورزشگاه سالن والیبال حضور پیدا کنن. این صحبت نمونده، من با شما خداحافظی میکنم. خواهش میکنم، موفق باشید.